بینندگان گرامی هموطنان عزیز سلام بر شما در جلسه اخیر مسکو با شرکت نیروهای منطقی در اطراف افغانستان یک هشدار کنایه آمیز به طالبان صادر شده در اعلامیه پایانی دهی این هشدار صریحا گفته شده که شما به هیچ کشور پایگاه نظامی ندهید ای کنایه و خاطری گفتم که پایگاه نظامی و دیگه که از داده نمیشه یک رشته اطلاعات اطلاعات و پرادفی وجود داره که امریکا همچنان در افغانستان پایگاه نظامی داره خاصتا در قندار اشاریش به اینی است و رنجرهای حامل تریاق و طالب به طرف مرز تاجکستان همیشه در حرکت است برال در فرمت مسکو نام جلسه مسکو است که گفته شد سازمان های تروریستی تحت حمایت طالبان باید نابود شود از طالبا خواستن که سازمان های تروریستی یعنی منظورش چیست اونمو تمام دستجات خارجی که در شمال افغانستان مستقر کردن به شمول قطعات انتحاری اونا رو گفته نابود کنین یعنی است یعنی ج... ا... گپ ناگفته چیز که نابودش میکنیم باز یک روز طالب هرگز کار نمیکنه چرا به خاطر از اینکه طالب در گذشته هیچ گاه از این کارار نکده نکرده عادت نداره چی وقت داره در طول همین یعنی تاریخ سی ساله نزدیک به سی ساله طالب چی وقت به فرمایش و هم مشوره قدرت های منطقه ای عمل کرده هیچ کار. کاری که دلش میخواه چون یک پروژه است پروژه تطبیق میشه مثلا ملاومه رو ببینید افغانستان رو تسلیم کرد خود از مرگ برابر کرد و تارمار شدن اما اسامه بن لادن تسلیم نکرد این یک مثال در جلسه مسکو ای که گفتن که از طالبا میخواهیم که شبکه های تروریستی تحت حمایه خود از بین ببرن در واقع یک دادخواهی گوسفندی است یعنی از گرگ عدالت طلب میکنن من قطعا اینی میگه پس بخاطر ازی که طالب خود یک گروه تروریستی به اسلام مادر است یعنی که از این دیگه گروه های تروریستی زاده شده زاده میشه بیانی مشترک شرکت کنندگان مسکو در 16 نوامبر صادر شد روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، وزبکستان در دا شرکت داشتن بسیار معنادار بود که امریکا در این هیچ شرکت نداشت دعوت نشده بود و طالبان که کل گپ سر طالبان است اینا را هم دعوت نکرده بودند معنایش چی است؟ یک بود که گفتن که چی فایده که شما رو دعوت کنیم تو خب یک گروه تروریستی هستی و در رسمان گفتن که شما یک گروه ناتوان هستن که به هیچ تعهد خود پایبندی ندارین این دیگه چی؟ بسیار یک تغییر کلان است در سیاست کشورهای منطقه و در سیاست خاصتا در سیاست ایران روسیه چین و هند ما وارد یک مرحله جدی سیاسی شدیم در اطراف افغانستان افغانستان آری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر باشه در موجودت طالبان ناممکن است ایگر یا مثلا طالب میگه به تعداد خود در امر ریشکن کردن تروریسم و قاچاق مواد مخدر عمل کنه مانا گپ چی است؟ که تا حال هیچ دمی زمینه اینا عمل نکردن معنای شینی است وقتی که نکردن معنای به اصطلاح خفته در در این سخن نیست که اقدامات بعدی ممکن است صورت بگیره خب وقت مثلا گفتن قاطعان گروپ ها از بین ببردن امی قاطعانی شبان امی به شکل نرمش علیه تروریستی خود کجا اینا عمل کردن در این اعلامیه اشاره میشه که افغانستان هرگز نباید به لانه گرم و پناهگاه امن تروریسم تبدیل شوه نباید اما اصل قضیش چیست؟ که عمل بلانه گرم و پناهگاه امن تروریسم بینلی تبدیل شده است در این اعلامی معمولا یک لحن دیپلماتیک حفظ میشه اما این معناش من خدمت شما همینطور بالمعانی شهر همیتون معنای چیست که اکنون عملا افغانستان لانه تروریسم است امریکا که کل اینوی کارا را کده آل این کارا رو کرده حال نهاد بین المللی ضد تروریسم شان میگه که والا برای ما به ساده که حال القاعده زیاد شد دیگه زیاد شد برای ما نقص است با تو یک نقص نیست بیخی بیغم باشه در اعلامه آمد که استقرار تاسیسات زیربنایی نظامی کشورهای سالس در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است یعنی که تاسیسات زیربنایی نظامی در افغانستان هنوز وجود داره ای که غیر قابل قبول است یعنی وجود داره او کجاست؟ شما چه فکر میکنید؟ تاسیسات ناپیدا و مخفی قندار نیست شما مردم از میدان اوی قندار از تحسیصاتش و از اطرافش کدام ادلا دارین خبر دارین که چه گفت یک سر مو خبر از قندار درز نمی کنه حلتش چیست خب این را در ذهن شما باشه دیگه خواسته که اینا دارن تشکیل حکومت واقعا فراگیر امی کلمه واقع نه چرا اینا اضافه کردن یعنی که نه تنهایی که فراگیر نیست و اگر قرار باشه حکومت فراگیر هم تشکیل شوه واقعا فراگیر باشه چی مانا؟ یعنی که سر طالب ایچ اعتماد ندارند می قسمت یعنی نوم ممکن سمی کاری که ما میکنیم این حکومت فراگیر یا تنده نیست ایچ گردن نمیمانن بینیم واقعیت ما که یه اعلامیه را دیدم اعلامیه سر را سر کشتار به خودشان به شرکت کننده و به طالب هاست شما تصور بکنین امی در اعلامیه امی برامده به سلام مکتوبش که این رقم هست نکاتی رقم بر شما گفتم تصور بکنین که در زیر سقف و دور از چشم خبرنگاران در, در بین نمایندگان کشورها چی چیزی گفته شده باشه شما تصور کرده میتونین به نظر ما یک جلسه جلسه استراری بوده که روی یک تصمیم استراری به خاطر تغییر وضعیت در اطراف افغانستان عملا وارد اقدام شوند از نظر ما این یک چیز بوده چرا؟ و یک چیز دیگر هم گفتن که گفتن این ماجرت مردم از افغانستان بسیار شدید شده میبرایم مردم در گریز است یعنی مردمی که هیچ امی زیر زندگی نداره اما سر از اون تمام چیزهای خود اعلام میتن میخواه برای بگریزه این کشور ها میگن که تشدید روند مهاجرت مردم افغانستان بسیار مایه نگرانی است و کی؟ به خود کشور ها چرا افغانستان وقتی که میلیون نفر از افغانستان بیرون میشه یا از شمال بیرون میشه یا از غرب به طرف ایران یا از به طرف شرق و جنوب پاکستان میرن و یک تراکم اضافه جمعیت انسانی را در مناطق مرزی کشورانشان نشان میده که از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی و مدیریت زندگی این مردم بسیار باید چالش مواجه میکنه به نظر ما این جلسه اخیر مسکو مهمترین جلسه ای بود که در پانزه ماه اخیر راه افتاده بود جلسات قبلی از کلش دروغ بود طالب نوازی میکردن که باش قصه وقت کشی میکردن این وقت کشی به خاطر از بود باش که امریکا چی میکنه در اوکراین چی میکنه در, در دیگر مناطق بحرانی چی میکنه تا یا سیاست خود تنظیم میکن، میکردن آل قاطع ترین موزه بر اولین بار اینا اتخاذ کردن ما فکر میکنم که طالبا دو را داراله یا تن به تعامل تعامل سیاسی و مثبت با مردم افغانستان بتا و کشورهای منطقه یا جایگزینش در راه To varno